عملیات های نظامی برای سرکوب هراس افغانان بسیار سازنده هستند. اما آمار را که رئیس جمهور در نشست شورای ملی از عملیات های نیروهای دولتی گفت چنین است. در 13 ماه گذشته نیروهای شجاعی امنیتی و دفاعی کشور به تعداد بیشتر از 40,000 وظیفه محاربوی و بیشتر از 16,000 عملیات قاطع را در نقاط مختلف کشور انجام دادند. دید آگاهان نظامی درباره این گفته ها چنین است. متاسفانه رقمی را که میتن، این رقم اسناد اپراسیون و پلانگذاری است. عملیات های واقعی چنین صورت نگرفته است. اگر تعداد عملیات ها حداقل به 10,000 برسه و در هر عملیات خاص 3 نفر طالب از بین بره، 30,000 طالب باید کشته میشدن. شاید رقم مجموعی طالب ها کمتر از 50,000 باشه. اما چرا رئیس جمهور این گونه آمار را همگانی ساخته است؟ متاسفانه حرفی را که جناب رئیس جمهور در پارلمان گفت که پارلمان هم کف زدن که ما 40,000 عملیات را سازماندهی کردیم، خیلی اقرارآمیز و غیر منطقی بود. به باور می است که کسانی که به جناب رئیس جمهور ارقام و اهداف میتن به رئیس جمهور صادق نیستن، یا رئیس جمهور توانی زیر نداره که دقت کنه. اما وزارت امور داخله این 40,000 وظیفه محاربوی را چنین فشرده می سازد. نزدیک به 40,000 فعالیت محاربوی بوده که از طرف نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف که شامل گزمه است، عملیات است، شامل تصفیه نقاط مختلف است، پاکسازی ماین هاست، پاکسازی سرکا و شاره هاست، اینا همش فعالیت هایی بوده که نیروهای امنیتی افغانستان شامل فعالیت ها بوده. آمار را که نهادهای امنیتی همگانی ساختند، در 24 ساعت به گونه میانگین نیروهای دولتی 110 عملیات محاربوی و قاطع را به پیش میبرند. اما چرا در این عملیات ها تحرک طالبان متوقف نمیشوند؟ تحرک از یا به شکل گروه 5 نفری و 10 نفری است. اینا کمتر در جنگ های منظم داخل میشوند. به این اساس کار دشوار است که اینا را پیدا کنند و کشف دقیق باید صورت بگیره. با این همه دستاوردهای نیروهای دولتی در کار سرکوب هراس افغانان بارها ستوده می شوند. از رشادت و قهرمانیشان در نقاط مختلف کشور، خصوصا در ولایت هلمند و کندوز، در ولایت کندوز دستاوردهای زیادی داشتند. تحرک این نیروها در این فصل جنگ برای افغانستان بسیار با اهمیت است. نیروهایی که تنها امید شهروندان افغانستان برای سرکوب هراس افغانان هستند. اما چگونگی مدیریت جنگ، ناتوانایی ها در بخش های کشف استخبارات و نبود هماهنگی در هنگام عملیات ها از موضوعات هستند که اگر به آنان پرداختن نشود، اثرگذاری عملیات های نیروهای دولتی را اندک خواهد ساخت.